این نامه میدگرد ما خلاصه شم ما بعض از نکات که البته با کمال مذرد بله بسرد مذرد بخواییم من چیزه که مداخته میرم مسئولات های کدگیش میرم من چند سوال مطرح میکنم از شما کنتان خواهش میکنم جواب بودتیم و کس که دیتالار میتونه سوال جوابای من بودتیم برمان که رای بیرون رفت از رفت از سوالات که من در فکر خود دارم و بر شما ما این سوال از تو میکنم چطور ما میتونیم که در افغانستان تفاوت ملی اول باید نهادی نشه یا اخرا تفاوت ملی وجود داره ما بخصر رو بخواهیم ما تفاهم ملی نداریم شما سر چیزای صحبت بکنید که در عدم موجودیت تفاهم ملی شما کوچکترین کار کرده نمیتونید شما بیشتر در مستقیم به اشاره کردید مسئله که ما بیشتر میتونیم یک آدم پیدا شود در طول تاریخ افغانستان یک لیدر بی‌طرف نبوده لیدر نبوده که بدون پشتیبانی یا حمایت خارجی در افغانستان آمده باشد یکانه راه بیرون رفت از افغانستان به نظر من اما کشورهایی که سبب بدبختی افغانستان شدن که در رأسش ایالات متحده امریکاست اونا بود کشورها به زور میتونه که بر مردم افغانستان همچنان که بارو به جهنم بردن و مشکل میتونه بارو به بهش کنن اما از آنجای که منافع ایالات متحده امریکا و شرکاش ایجاب میکنه افغانستان از سفیدی به سیاهی، از سیاهی به سفیدی و پس به سیاهی بودن این تا زمان ادامه پیدا میکنه که منافع کشورها تحقق پیدا و منافع امریکا منافع یک شبه و دو شبه نیست ما بیش از این نمیتونیم دیگر قربانی بتیم ما به اقوام مختلف، به جناهای مختلف، به ولایات مختلف، به احزاب مختلف تقسیم شده کی میتونه درمجه؟ برای من نمونه به که دستان سوال میکنم دمی 35 میلیون نفوس افغانستان شما کی را پیشنهاد میکنم که بکسه مثلا این امشیر را خواهر بکنیم یا دختر بکنیم این هم تک پیشنهاد را بود یک کس پیدا شد یا آدم از کجا پیدا شد شما در طول تاریخ همین سوال میکنم که ما کدام لیدر یا رهبر داشتیم که حمایت خارجی نداشته به شمول پادشاهی که چند سال در افغانستان سلطنت کرد به شمول داوودخان که شما فکر میکنید اینا بدون حمایت خارجی میتونه ظاهرشاه چند سال سلطنت کنه یا داوودخان بدون حمایت خارجی اون دین حمایت از دست داد سقوط کرد من در تاریخ افغانستان شما که مطالعه کنید اینجا که یک وقت در افغانستان نبوده که مردم افغانستان واقعا اراده خود را تصدیق کنند ما قدرت و توانایی تمثیل اراده خود را نداریم هر کس به من جواب بده و خوش بشم که بشنوم و من قناعت کنم اتحاد نه تنها شما و اتحادم به سادگی وجود نداره اتحاد اتفاق باشم میشه کنم من 45 سال است که بدون اینکه که کنم با کنم گروه با کنم جای وابسته باشم من که رکت هم میکنم اما من اگر یک میلیون دوست دارم میکروفون رو بتنم نه من لایک را اختیار شما قرار میکنم و فقط یه میخواییم تو بگیم چرا میتونستیم یافتیم شما هم ما فکر میکنم از اینجا میشناسیم و سوال شما مطرح کردیم تا فهم میدید چیگونه میتواند ایجاد شد یا وجود ده اگر پاسخ این سوال را من میباشتم من که کی؟ من اصلا پرترین شد بخواد این مجمع باشم یا شما میباشتیم من فکر میکنم که وقتی مشکل مردم کشور خود را حل میکنم نه اما با این نوع ترزیدی ناامیدانه ما طبعا به جایی نمیرسیم اگر شما این سوال را مطرح میکنیم و از زمان رو میخواییم بگیم که ما کدام رای حل نداریم من هیچ وقت طرفدار ناامیدی نیستم ما همیشه امیدوار هستیم و به نسل جوان و جوانتر خود امید میبندیم و بالاخره یک روز خواهد شد که افغانستان یک رهبر مرتبط پیدا کنه تا تمام افراد و نفوس مملکت اگر جمع شدن ما هیچ وقت نامید نمیشیم این فقط پاسخ ما از اندیشیم است که فیلن به ذهن ها میرسن ولی که مذرب میخواییم یکانه روی فرام از
خیلی جالب است که شما این موضوع را مطرح کردین، اما ای کاش برنامه گذارم امکانات وقت را بر ما بده تا در این موارد خیلی بیشتر صحبت کنیم، چون خیلی موضوع جالب است. اما میخوام پاسخ خانم خدا خاموش را داشته باشم در این موارد، چون ایشان گفتن که علاقمند هستن پاسخ کنند. بفرمایید. من میخوام فقط یک نقطه برای جواب بده، ما باید هم دیگر به رسمیت بشناسیم. برتری بودن و برتری پنداشتن بر کنار بگذاریم. از اینکه امی اکنون برترین دشمن داخل افغانستان خود ما هستیم. داریم با نام قوم، با نام من هستم، با نام من مدیریت میکنم. اکنون برادر من طالب است. به جانب اقوام دیگری که او را به فرض به این که ضعیف است، ناتوان است، حق ندارد، سرکوب میکنیم. ما باید خود ما را به رسمیت بشناسیم. نه جهان به ما کمک میکنه و نه سازمان ملل، نه چیزی. اما تنها هدف میتوانه و امیدواری برای ما هیچ چیزی نیست. دست بلند کردن به خدا درست است، ما مسلمان هستیم، ولی تا هدف نداشته باشیم، روی اهداف، روی برنامه ها و روی قوانین بین المللی که میتونن بر اساس عوامل ملی ما تاثیر مثبت بگذارن، نمیتونیم به یک نتیجه مطلوب برسیم. باید هم دیگر بشناسیم. یک نکته را میتونم اضافه کنم، ببخشید. در افغانستان تا به حال ما کی همپذیری را تجربه کردیم؟ اینجا یک برادر من، یک سردار، یک هموطن هم اینجا نشسته است. ما حتی در صحبت‌های خود به این فکر نمی کنیم که افغانستان غیر از مسلمان می تانه کس دیگه داشته باشه. ما تا به حال این کی پذیرفتیم؟ به قومیت پرداختیم، به شکل پرداختیم، به لباس پرداختیم، به چیزهای خیلی ظاهری و خیلی پیش پای افتاده پرداختیم. من نظر شخصی من این است، البته شاید آیسته آیسته با پاسخ شما میرسیم، تفاهم ملی زمانی به وجود میاد که اقلیت و اکثریت مسئله از بین برن. ما اقلیت و اکثریت نداریم. افغانستان مثل کشور سوئیس یعنی کشور چند ملیت است. افغانستان متعلق به سکهای ماست، افغانستان متعلق به هندوهای ماست، افغانستان متعلق به هزاره هاست، به تاجیک هاست، به ازبک هاست و همچنین به پشتون ها و پشتون ها و بلوچ هاست. این را از زمان ما پذیرفتیم و زبان خود را به زبان دیگر تحمیل نکردیم، اون زمان فکر میکنم آهسته آهسته ما میریم به سراغ تفاهم ملی. من مایی که به گرام و گیر بدم، شما منتظر هستیم از دیگر. من اول خود بسیار تشکر میکنم از مدیریت بسیار سالمت. چیزی که خودم نیفتی و میخواستم رو بیان کنم و با همین جوانان راست میگه، این نسل جوان، نسل آیده است. این نسل باید ما با نسلهای گذاشته ها مخلوط با مسائل دیگه نامیدی ها نسازیم پیش میرم این چیز. اما بحثی که باید نیست که مطرح کردم، صحبت را که مطرح کردم، به یک گفتمانی بسیار بزرگ نیاز داریم، به یک ساعت بسیار با زمان زیاد و بسیار مهم است. پیشنهادهای کلتون واقعا درست است و من بسیار زد طرفدار صحبت آقای احمدی بودم که یه خوب مدیت کردم و جواب بسیار قانع کننده برای من داد، برای من داد که امیدوار باید باشه. اینا افغان ها اولش این منافع عمومی خود در نظر بگیرن، همه چیز هم میشه. بیگانه پرست بودیم، انکار نکنیم که از بیگانه پرستی یک چیز نمیشه. تمام حکومت های افغانستان که آمدن به حمایت یک کشور دیگه بوده که باید خلاص سقوط کرد، رفت خلاص تمام شد. بهترین نسل ما از بین رفت، بهترین جوانه ما کشته شد، میلیون میلیون شهید هم باید بنام شهادت. هر کدام سرباز وطن، هر کسی که بنام خدا و بنام دین رفتن در گام ماندن و او بالاخره شهید شد. چرا شهید شد؟ به منافع بیگانه شهید شد. نقطه ای که ایلا جان هم میخواه بگه. آقای بسکولیان، من فکر میکنم که درست گفتن که دلیلی که امروز ما ورکشاپ هم کردیم که عوامل داخلی و خارجی را تحلیل بکنیم و ببینیم که چگونه رفت میگیره بسیار مهم است. من فکر میکنم که سیاست افغانستان از حالت فیگوریتیو باید براید. ما نمیتونیم صرف پیش یک شخص بگردیم. ما باید
اینجا در مورد ساختارها، در مورد ارزشها، در مورد منافع ملی خود صحبت بکنیم. اگر از آل آغاز نکنیم، امکان داره در آینده با امومیلی که داریم نرسیم به یک جایی. اما امروی شما موافق هستم که سیاست مخصوصاً در طول تاریخ جغرافیای ما بشکار است که متاسفانه ما شکار سیاست‌های خارجی شدیم. اما آیا راه حلش بی‌طرفی افغانستان دیده می‌تواند؟ بی‌طرفی افغانستان آیا در ملل متحد و در ساحه بین‌المللی مطرح شده می‌تواند؟ در مورد بی‌طرفی مثلا چگونه ما او را تعریف بکنیم بر خود و در چوکات بی‌طرفی چگونه مثلا ما یک دولت را باید داشته باشیم که بنابر عدالت عدالت و حقوق مساوی باشه برای همه افغان ها. اینیش جاییست که باید ما بحث بکنیم و او در صورت میتونه بحث شود که مردم نه تنها فیگور که یک فیگور را پیش کرد یه را امریکا کرد یه را کرد اما باید بسیار سازی کنیم بله تفاهم ملی خوی نمی کنم سیگر صحبت کرده میریم مثلا ورکشاپ که اما شما را ضرورت داریم بخاطر که یک و نیم ساعت صحبت کردیم باید از دوران زایشا گرفته تا به چپیا و مجاهد و دیگه باید همراه همه صحبت شود بیاید کجا میریم درست؟ بخاطر تا پسر سیاست است و منافع ملی است نه پلی شکر از مجرد ساله بکنم بخش دومه را بهار تلویزیون دیوالی او پیوستون ریختین غک